برای اینکه به شما نشان بدهم که تا چه اندازه این رویداد دردناک تاریخی با گرفتاری های امروزی ما هم پیوند دارد، شما رو به این سفر تاریخی میبرم، به آغاز جنگ های ایران و روس، زمینه این جنگ ها و چگونگی درگیری روحانیان در این جنگ ها. امروز پس از 40 سال حکومت دینی در ایران، حکومت روحانیان در ایران، روحانیان شیعی، ما با خطر جنگ روبرو هستیم و شیرازه کشور ما میتواند از هم پاچیده شود. من امروز با اسنادی که در برابر شما قرار خواهم داد نشان میدهم که یکی از نیروهایی که در جنگ های ایران روس درگیر بود و به تکه پاره شدن ایران یاری رساند، نیروی روحانیان شیعی به ویژه باشنده در نجف بود و اونهایی که در ایران هم بودند، ولی به ویژه اونهایی که در نجف بودند، چگونه توانستند، امروز نشان خواهم داد که چگونه توانستند که نیروهای سیاسی ایران رو برای به ویژه جنگ دوم ایران و روس برانگیزند و شرایطی رو ایجاد بکنند که هیچ راه پیروزی در پی اون نبود و نیازی هم به این جنگ دوم ما نداشتیم و پیمان ترکمانچای بر پایه این نوع کژروی و کژاندیشی بر کشور ما تحمیل شد. برای دریافت زمینه تاریخی این جنگ های ایران روس باید بازگردیم به گذشته. نخستی است که از پایان سده 18 میلادی، از می توان گفت 20 سال پایانی سده 18 میلادی، 1720 به این سوی و در سرتاسر سده 19 میلادی، به ویژه نیمه نخست سده 19 میلادی، ما با پدیدار شدن جریان‌های ناسیونالیستی در جهان روبرو هستیم. ناسیونالیسم ایرانی هم در همین دوران پدیدار گشت، در دوران سده 19. و در این دوران سده 19، پایان سده 18 و آغاز سده 19 یا مجموعه سده 19 بود که پاری از کشورها اصلا شکل گرفتند، اگرچه روسیه پیشینه کهن‌تر از این دوران داشت. روسیه نزدیک به 300 و اندی سال پیش به عنوان یک کشور شکل گرفته و به ویژه در دوران پتر کبیر در سده 17 به یک کشور نیرومند و سراسری تبدیل شده، ولی درست در این سال هاست که به سودای گسترش مرزهای خودش میفته. در این دوران هست، در این دوره پایانی سده 18 و آغاز سده 19 که ما درگیر یک رشته جنگ ها در درون اروپا هم هستیم. جنگ های ناپلئون با همسایگانش، با بریتانیا و همچنین لشکرکشی ناپلئون به سوی روسیه. ماجراهایی است که در تاریخ ثبت شده و می توانید اونها رو بخوانید و آگاه باشید و حرف تازه‌ای هم من در این زمینه ندارم. در این دوران، روس در همین دورانی که جریان‌های ناسیونالیستی و کشورگشایی در میان کشورهای اروپایی و کشور نوپای، باید بگویم نوپا به معنا نوپای روسیه، بسیار گسترش پیدا کرده و این احساس زبانه میکشه و رشد کرده، احساس ناسیونالیستی، احساس سرزمینی، احساس روس بودن، احساس فرانسوی بودن، احساس انگلیسی بودن، اینها به جان هم افتادند و درگیر جنگ ها هستند برای گرفتن سرزمین های یکدیگر، به ویژه در سودای پیشرفت اقتصادی. در این دوران ما با آغاز دوره قاجار روبرو هستیم. یه دوره تاریخی در ایران به پایان رسیده، دوره تاریخی بسیار پر از افت و خیز. سالها پیش از آن در یک درگیری داخلی نیروهای محمود افغان و افغانها بر پایتخت صفویان چیره شدند و دولت صفوی رو برانداختند و یک دوره پر از کشاکش در ایران آغاز شد که اوج آن در واقع قدرت نادرشاه بود. نادر توانست بار دیگر ایران رو یک پارچه کنه ولی دیری نپایید. یک دوره کوتاهی هم حکومت زند در ایران بود، ولی راستی این است که بار دیگر کوشش برای یک پارچه کردن ایران از زمان آقا محمد خان قاجار
آغاز شد در پایان دهه 18 میلادی. در این دوران است که این مرد نخست در استرآباد تاجگذاری کرد و سپس سالیان دیگر در تهران، و در این دوران با کشتار گسترده‌ای توانست اون سرزمین رو که نادر یک پارچه کرده بود، دوباره همون سرزمین رو زیر تاج قاجار، زیر پادشاهی قاجار یک پارچه بکنه. یکی از مهمترین درگیری های آقا محمد خان قاجار با روسا بود. در اون دوران، یعنی از خیلی پیش از اون، از دوران حتی شاه عباس، از زمان پتر کبیر، پس از شاه عباس، از دوران پتر کبیر، روسا به سرزمین های جنوبی خودشون در بخش های غربی دریای خزر چشم داشتند و درگیری میان ایران و روس وجود می داشت و بران بودند که سرتاسر سرزمین های قفقاز و ابخازیه و گرجستان و تمام این سرزمین ها رو از ایران بگیرند. هنگام که آقا محمد خان قاجار به پادشاهی رسید، ما همزمان هستیم با یک شورشی در گرجستان. یعنی در گرجستان فرمانروای گرجستان گورکی، آراکلی خان در برابر دولت قاجار شورش کرد و اعلام استقلال کرد و اعلام وفاداری کرد به دولت روسیه و جنگ در گرفت. و در این جنگ و گریز ها که آغاز درگیری های گسترده میان ایران و روس بود، سرزمین های قفقاز دست به دست می شد. جالب اینجاست که برخی از رهبران برجسته همین گرجستان هم مانند طهمورث که یک آدم به هر حال مسیحی بود، ولی اینها هم به ایران وفاداری اعلام میکردن. یعنی در این رهگذر و درگیری ها ماجرا یک سویه نبود، ماجرا مذهبی نبود، سرزمینی بود و بسیاری از این خانها در اون سرزمین ها به سوی ایران وفاداری داشتند، نزدیکتر با ایرانیان بودند. تاریخ اون زمان، تاریخ گرجستان و تاریخ سرزمین ارمنستان و سرزمین امروزی جمهوری آذربایجان آران با تاریخ ایران خیلی بیشتر پیوند داشت تا تاریخ دولت تازه پای روسیه. ولی به هر روی اینها، روسا در صدای این بودند که این سرزمین ها رو از ایرانیان بگیرند و جنگ و گریز زیادی میانه دولت آقا محمد خان قاجار و روس ها در گرفته بود و در بیشتر این جنگ ها چیرگی با ایران بود. یعنی روس ها نتوانسته بودند این سرزمین های قفقاز رو، سرزمین هایی که سپس در پیمان گلستان و ترکمانچای از ایران گرفتند، نتوانسته بودند این سرزمین ها رو از ایران بگیرند. در این جنگ و گریز ها آقا محمد خان قاجار بر بخش بزرگی از قفقاز چیره شد، سپس به سوی گرجستان رفت و پس از شکست اون امیری که اعلام استقلال کرده بود، برای یافتن و کشتن او به تفلیس وارد شد و در تفلیس همان کشتاری رو کرد که در کرمان کرده بود. در کرمان دستور داده بود که 30,000 مردم رو کور کنند، چشم از حلقه اونها بیرون بیاورند و این کشتار رو در تفلیس هم کردند. در تاریخ ها نوشته شده که کشتار آقا محمد خان قاجار در تفلیس یکی از بیرحمانه ترین کشتارهایی بودی که مردم گرجستان در تاریخ خودشون به یاد دارند. یعنی به دلیل اینکه در این شورش مردم تفلیس با این رهبر شورشی، رهبری که طغیان کرده بود، هم پیمان شده بودند، آراکلی خان به بهانه این کشتار گسترده‌ای رو در تفلیس انجام داد. ولی به هر روی تقریبا میتوان گفت که تا پایان عمر آقا محمد خان قاجار، بخش بزرگی از سرزمین های قفقاز و بخش بزرگی از گرجستان همچنان در دست ایران بود، از جمله ارمنستان. دوره جنگ های دومه، یعنی دوره پس از اون، دوره تازه جنگ های ایران و روس به دو دوره خودمون تقسیم می شود. یک دوره 10 ساله است و هر دو اینها در دوران فتحعلی‌شاه قاجار است، برادرزاده آقا محمد خان قاجار. آدم بسیار مذهبی،
فردی که در درازای زندگی پرکار بود برای شاهزاده ساختن و حرمسرای بزرگی هم داشت و از برکت کوشش او شاهزادگان زیادی برای این سرزمین در دوره پایانی قاجار به جای مانده بودند. شمار فرزندان اون رو تا بیش از 100 برخی 200 تن یاد کردند. به طور دقیق روشن نیست، برخی هم حتی نوشتند که شاید بیش از 300 فرزند از او به جای مانده باشد، نمیدانیم، ولی دست کم 100 فرزند رو قطعا میدانیم که از او به جای مانده. در این دوران، در دوره جنگ اول ایران و روس، رشادت های خیلی زیادی از سوی ایرانیان به کار برده شد. نایب السلطنه عباس میرزا که فرمانده نیروی نظامی ایران بود، با وجود اینکه نیروی روس از ایران جلوتر بود، برتری می داشت، در بسیاری از جنگ ها توانسته بود روسها رو وادار به پاپس کشیدن و عقب نشینی بکند و این جنگ و گریز در این دوره ده ساله دوره بسیار بسیار دردناکی برای ایران بود. در این دوران یکی از نمونهای فرصت سوزی تاریخی در ایران رو ما می توانیم به یاد بیاوریم. این دوره است که به دنبال شورش یکی از سرداران قفقاز، حسین خان قاجار، که بسیاری از روسها رو شکست داده بود و اسارت گرفته بود، روسها که درگیر جنگ با ناپلئون بودند خواهان صلح با ایران شدند و در این صلح با ایران تنها درخواستی رو که داشتن این بود که آن بخشای کوچکی از این سرزمین های قفقاز رو که در اون هنگام گرفته بودند، که شاید کمتر از 10% سرزمین هایی بود که سپس بر پایه پیمان گلستان و پیمان ترکمانچای به اونها واگذار شد، اونها رو در دست داشته باشند بر پایه این پیمان صلح و دولت ایران به قوای روسیه اجازه رفتن از خاک ایران برای درگیری با عثمانی ها رو بدهد. دولت ایران در اون هنگامی که آشنا با چهره سیاسی جهان نبود و نمیدانست چرا روسها تن به چنین پیمان صلحی میخواهند بدهند، سرپیچید و نپذیرفت این درخواست صلح دولت روسیه رو. البته این رو هم بگویم که دولت روسیه اگر همین صلح رو با ایران بسته بود، چند سالی پس از اون پیمان رو میشکست و بار دیگر به ایران حمله میکرد. جای گفتگو نیست. شاید هم بزرگان سیاست ایران بر پایه همین موضوع بود که این پیشنهاد صلح روسیه رو نپذیرفته بودند. بر روی جنگ در گرفت و بر پایه این جنگ، ادامه جنگ سرانجام در سال 1804 14 میلادی و 13 میلادی میبخشید 1804 دوره تازه آغاز جنگ های ایران، 1803-1804 آغاز دوره تازه جنگ های ایران روس است، دوره نخست دوران فتلی شاه، و اینها در 1813 در 25 اکتبر 1813 در روز دوشنبه سوم آبان 1192 خورشیدی پیمان گلستان میان ایران و روسیه بسته می شود. این پیمان قطعی نیست. هنوز این بخش های از سرزمین هایی که بر پایه این پیمان به روسیه واگذار شده به طور قطعی واگذار نشده. ایران پذیرفته که عقب نشینی کند تا حدودی، هنوز قطعی نیست. این پیمان بناست که باز هم مورد بررسی و مذاکره قرار بگیره. در این دوران دولت ایران برای نهایی کردن پیمان گلستان و برای تعیین مرزهای ایران و روسیه یک سفیری رو به پایتخت اون زمان روسیه میفرسته، ابوالحسن خان ایلچی، مثلا سرشناسی در تاریخ ایران بوده، اصلا ایلچی به نام فامیل شناخته شده، یعنی سفیر. این ابوالحسن خان ایلچی در این دوران در گفتگوهایی که میان ایران و روسیه در جریان بوده، حتی در گفتگو بر سر پیمان گلستان، این ابوالحسن خان ایلچی همراه با سفیر بریتانیا
وزیر مختار بریتانیا در ایران هست. یعنی سر گروزلی سفیر بریتانیا در ایران همواره در کنار این ابوالحسن خان ایلچی است و در این مذاکرات شرکت میکنه. و آدم دیگری که در این کار بسیار نقش داره فردی است به نام یرملوف که او سپس سفیر دولت روسیه در ایران میشه و شاید هم همون دوران سفیر روسیه بوده، سرانجام فرمان روای این بخش قفقاز به دنبال پیمان گلستان میشود. این جنگ ها مذهبی نبوده، این جنگ ها سپس با یاری برخی از سیاستمداران ایران و روحانیان جنبه مذهبی هم پیدا کرد، یعنی به عنوان جهاد علیه کفار شناخته شد. در آغاز چنین نیست، در واقع باید گفت بسیاری از کسانی که در اون زمان در قفقاز میزیستند و از حتی آدم هایی بودند که پیشینه روس داشتند، اینها با سپاه ایران همکاری میکردند. یکی از سرشناسترین اونها رو من بخواهم برای شما بگویم آدمی است که در ایران به نام سامسون خان معروف شد، یا سمسام خان. گردانی درست کردن اینها در ایران به نام گردان بهادران که در این جنگ ها درگیر بودند. اسم اصلی این آدم، من عین همین نام رو برای شما میخوانم، ماکینسف، آقای ماکینسف هستش. ماکینسف آدمی بود که در اونجا زاده شده بود، از خاندان روس برخواسته بود، از ارتش روسیه جدا شد و با بسیاری از روسها به ایران، یعنی هوادار ایران شد. و این گردان بهادران نیرویی بود که از کسانی که از ارتش روسیه گریخته بودند، جدا شده بودند، از مسلمان و غیر مسلمان، به ویژه غیر مسلمان، در این گردان جمع بودند. این گردان بهادران در تاریخ ایران خیلی جایگاه ویژه‌ای هم پیدا کرد و ماجرای کوشش برای کشتن تیرباران سید علی محمد باب در واقع به این گردان واگذار کردن، چون سید علی محمد باب میگفت من امام ناپیدا هستم. یه بیمحراسی وجود داشت که شاید سرباز مسلمان به روی او آتش نگشاید. این است که آدم های همین هنگ بهادران رو یا گردان بهادران رو گذاشتن برای تیر زدن به سید علی محمد باب، که ماجرای جداگانه است در اینجا عنوان نمی کنم. این رهبر این گردان که اشاره کردم از روسهایی بود که با ایران همکاری می کرد، اینک در شهرستان شبستر در یک کلیسایی به خاک سپرده شده، یعنی در خاک ایران درگذشت. سهرول، این فکر می کنم پیکره این رو، بله، این جاییست که این کلیساییست که در شبستر وجود داره، در نزدیکی شبستر. و این سمسام خان یا سامسون خان، هر دو گونه آمده در نوشتارها، این که روس هم بود و در سپاه ایران می جنگید در اینجا به خاک سپرده شده. دلیل داره که خدمتتون این رو مطرح می کنم، از اونجایی که می خواهم بگویم در آغاز کار بیشتر این جنگ یک جنگ میهنی است، یعنی ایران به عنوان یک کشور که به تازگی با اندیشه های کشور دولت هم دارد آشنا می شود، در دوران فرمان روایی فتلی شاه، ولی براستی در دوران سپه سالاری فرزند او نایب السلطنه، بدون داشتن ارتش منظم، ولی در سودای یافتن ارتش منظم و آگاه شدن از چند و چون دنیای پیشرفته با دولت روسیه که کشوری است از نقطه نظر نظامی پیشرفته تر از ایران، تواناتر از ایران، اما درگیر در جنگ در چند جبهه دیگر، وارد جنگ و گریز هست. یک دوره طولانی همین جنگ میان ایران و روسیه وجود داره، یعنی یه دوره 10 ساله و سپس یک دوره 1 ساله. اگر شما تاریخ آغاز این دوره رو نگاه کنید، آغاز جنگ های میان ایران و روس رو نگاه کنید، یعنی اگر ما بازگردیم و سال 1804 1803 تا هنگام بسته شدن پیمان ترکمانچای رو در تاریخی که اشاره کردم نگاه کنید، این دوره طولانی جنگ های ایران و روس نزدیک به شاید 30 سال به درازا بکشه. و در این دوره 30 ساله
این جنگ ها جنبه مذهبی در آغاز نداره، تا اینکه یکی از بزرگان ایران در اون هنگام وزیر فتلی شاه به نام سید الوزرا از او یاد میکردند و یکی از برجسته ترین آدم های اون دوران هست، یعنی میرزا عیسی قائم مقام بزرگ، عیسی خان قائم مقام بزرگ، فرزند اوست که در تاریخ ایران خیلی معروف شده. یعنی قائم مقام فراهانی هنگامی که گفته می شود کسی است که سپس وزیر محمد شاه قاجار شد و شهرت او به دلیل وزیری محمد شاه قاجار هست و همچنین از اونجایی که امیر کبیر در نزد او در واقع امیر کبیر شده، در نزد او به جایگاهی رسیده، نزد همین امیر کبیری که فرزند این میرزا عیسی قائم مقام بزرگ است. این قائم مقام بزرگ به این اندیشه میفته که از آنجایی که نیروهای نظامی ایران در این جنگ 10 ساله با دولت روسیه ناتوان تر هستند، راهی رو بیابد که خانهای مناطق قفقاز که مسلمان هم بودند و مردم قفقاز که بسیاری از اونها بیشتر اونها مسلمان بودند، اینها بر پای یک تعهد مذهبی از دولت ایران پشتیبانی کنند. به داوری من یک محاسبه سیاسی است که سپس پیامدهای نادرستی رو برای خودش در تاریخ ایران به جای میگذاره. یعنی حساب میرزا عیسی خان قائم مقام در این بوده که با متوسل شدن به آخوندهای نجف، اونها در واقع خواهند توانست یک جنگ سیاسی رو که در میان ایران و روس وجود داره، جنگ نظامی رو که میان ایران و روس، جنگ میهنی رو که وجود داره، صورت مذهبی به این بدهند و برپایی مذهبی شدن و جهاد علیه کفار روس بخش بزرگتری از خانها و سران قفقاز رو به پشتیبانی از ایران فرا بخونند و مردم رو برانگیزند که از راه مادی و از راه پول به دولت فتلی شاه یاری برسانند. در اون هنگام بودجه دولت بسیار کاهش پیدا کرده بود و این شگرد این میرزا عیسی خان قائم مقام بود که با متوسل شدن به آخوندهای نجف فکر میکرد که شاید برای دوره گذرایی دست به دامان اونها ببره و مردم رو برانگیزه. و این نخستین بار هست از دوره پس از شکل‌گیری دولت صفوی، این نخستین بار در این دوران هست، نخستین بار در این سپید دم مدرنیته در ایران هست که بزرگان سیاست، آدم‌هایی که خودشون آدم‌های عرفی بودند، دست به دامن آخوندها برای یک رفتار سیاسی می‌شوند. یعنی با دست خودشون روحانیان شیعی رو به کانون سیاست فرا می‌خوانند و خواهیم دید در پیامد این برنامه که این محاسبه تا چه اندازه به زیان سیاست در ایران تمام شد، تا چه اندازه به زیان دولت در ایران تمام شد. البته فتلی شاه قاجار آدم بسیار بسیار مذهبی بوده، اما حتی فتلی شاه قاجار هم برای برانگیختن مردم به جنگ دست به دامان روحانیون نبرده بود، تا اینکه میرزا عیسی خان این کار کرد. او آمد و دو نفر از روحانیان برجسته پایتخت رو، یکی ملا باقر سلماسی و دیگری صدرالدین محمد تبریزی رو راهی نجف کرد. در اون هنگام در نجف چندین آخوند برجسته وجود می داشتند که معروف ترین و سرشناس ترین اونها یکی آقا سید علی طباطبایی اصفهانی بود، معروف به صاحب ریاض المسائل، چون اینها آخوندها رو با یک کتاب معروف فقهی که نوشته بودن می شناختند، می گفتن صاحب ریاض المسائل، چون ریاض المسائل رو نوشته. و دیگری هم شیخ جعفر نجفی معروف به کاشف الغطا، چون کتابی نوشته بود به نام کشف الغطا. اینها آمدند و پذیرفتند این دعوت قائم مقام رو،
و دولت ایران رو و فتوا دادند. از جمله یکی از این فتواها که فتوای معروف همین آقای سیدعلی طباطبایی است، به فارسی برگردانده شده بود همون زمان که مردم بتوانند این رو دریابند. من بخش از این رو برای شما میخوانم. میگوید که بر جمیع مسلمین و عاصی مکلفین واضح و آشکار است که در این چند ساله کفار روس هجوم بر بلاد مسلمین آورده و در صدد تسخیر ممالک اسلامی می باشد و این مطلب بر علما واضح و لایح است که عزت و رواج دین به استقلال دولت اسلام است و هرگاه ضرری از کفار به دولت اسلام رسد بدیهی است که به دین اسلام رسیده، پس خطاب می شود به عموم مسلمین خواه دور از سحور یعنی مرزها و شاید ساخت دور از سحور باشند و یا اهل سحور یعنی در خود مرز باشند که در برابر کفار به جهاد برخیزند. و ادامه میدهد، یعنی یک فتوای بسیار بلندی است. این فتواها رو که یکی دوتا هم نبوده، خیلی از این آخوندها در جنگ اول ایران و روس به دعوت همین میرزا عیسی خان قائم مقام فتوا صادر می کنند و این آقای قائم مقام می آید برای اینکه نشان بدهد که همه بزرگان دین از این دولت اسلام پناه فتلی شاه در برابر کفار روس پشتیبانی می کنند، اینها رو گرد هم می آورد و در تبریز منتشر می کند به نام رساله جهادیه. در این رساله جهادیه اعلام جهاد بسیاری از آخوندها را آورده بودند. این رساله جهادیه 8 باب داشته در بخشهای مختلف از دیدگاه آخوندهای مختلف، حتی می روند و از ملا احمد نراقی که تا حدودی تا اون زمان کنارگیری می کرده از او هم یک فتوایی می گیرند. یه دستخطی در این رساله جهادیه به اون اشاره می کند و این در گیرودار جنگ های ایران و روس است و به این ترتیب دولت عرفی ایران به رهبری سید الوزراء یا صدر اعظم آقای قائم مقام با دست خود روحانیان نجف و روحانیان ایران رو وارد سپهر سیاست می کنند. یعنی به اونها می گویند که ما دولت غیر دینی، دولت عرفی، به شما ارباب دین برای ادامه این جنگ نیاز داریم و بیایید و در سیاست دخالت کنید. و این نکته بسیار مهمی است برای که در میان بیشتر روحانیان شیعی تا اون هنگام این اندیشه چیره بوده که تا در غیاب امام ناپیدا، امام زمان، فقیهان نمی توانند اعلام جهاد بدهند. اعلام جهاد مربوط به دوران امام ناپیدا است، در حالی که این بار می آیند و دولت فتلی شاه رو دولت اسلام اعلام می کنند. تا اون هنگام چنین نمی کردند. ما سندی در دست نداریم که دولت آقا محمد خان قاجار رو یا کریم خان زند رو یا دولت نادرشاه رو دولت اسلام اعلام کرده باشند. نه، دولت فتلی شاه رو به این اعتباری که همین آقای قائم مقام از اونها می خواهد، دولت فتلی شاه رو دولت اسلام اعلام می کنند و روس ها رو کافر می خوانند. دیگه جنگ، جنگ میهنی نیست، جنگ سرزمینی نیست، جنگ میان دو دولت برای چیرگی بر یک سرزمین بسیار بسیار با ارزشی نیست، بلکه جنگ مذهبی است. و به این گونه روحانیان به خودشون اجازه می دهند با پروانه سران دولت که وارد کارزار سیاست در جامعه بشوند و اعلام جهاد بکنند و می گردند و دستاویزهای فقهی پیدا می کنند که آری، در غیاب امام زمان هم می توان برای حفظ اسلام اعلام جهاد کرد. بسیاری از اونها تا اون هنگام بر این باور بودند که از نظر فقهی اعلام جهاد در دوران غیبت امام صلاح نیست، ولی این رو می شکنند به سود دولت قاجار. این کوشش نتیجه و پیامد نیکی به دنبال نداره، یعنی فتوای آخوندها این پیامدی رو که آقای سید الوزراء میخواسته
قام مقام به دنبال نداشته. با همه کوشش هایی که ایرانیان به کار میبرند، به دلیل ناتوان بودن ارتش ایران در برابر ارتش روسیه، ایرانیان در چند اگرچه در بسیاری از جنگ ها پیروز میشوند، سرانجام شکست میخورند و در این شکست نهایی پیمان گلستان بسته میشود. پیمان گلستان در اکتبر 1813، در اکتبر 1813 میان من چون تاریخ زیاد در اینجا دارم به کار میبرم، باید مطمئن باشم که دارم تاریخ درستی رو با شما در میان، بله 25 اکتبر 1813 یا دوشنبه 3 آبان 1192 پیمان گلستان در گلستان بسته می شود. به این دلیل هم نام این پیمان گلستان است. پس از شکست ایران در اسلاندوز، یعنی جنگ اسلاندوز جنگی است که کار رو یک سره میکنه، یعنی شکست ایران در جنگ اسلاندوز زمینه رو برای بستن این پیمان فراهم میکنه. پس از این پیمان دولت ایران، اشاره کردم، ابوالحسن خان ایلچی رو میفرسته به سن پیترزبورگ برای گفتگو با دولت روسیه، برای اینکه این پیمان رو نهایی کنند یا دست کم تغییراتی در این پیمان بدهند. این ابوالحسن خان چندین سال در سن پیترزبورگ بوده و در اونجا مذاکره می کرده. در این میانه راه، ببینید، پیمان 1813 بسته شده، در 1815 ناپلئون از آن تبعیدگاهی که پس از شکست در جنگ به اونجا فرستاده شده بود می گریزه و بار دیگر خودش رو امپراتور فرانسه اعلام میکنه. به یک بار دولت روسیه علاقمندی با بستن پیمان تازه با ایران نشان میدهد، زیرا در میابه که دولت فرانسه و ناپلئون بار دیگر میخواهند با او به جنگ برخیزند. اندکی پس از اون در واترلو ناپلئون شکست میخوره و دولت روسیه انگیزه آغازین برای کنار آمدن با ایران را از دست میده. ایرانیان در این جریان چندان آگاهی دقیق ندارند، یعنی شواهد نشان میدهد که نمایندگان ایران در این گفتگوها آشنا با این چند و چون و با این رمز و رازهای تحولات اروپا نیستند. نه اینکه آگاهی ندارند، ولی بهای چندانی به این نمیدهند. این پیمان، این دوره 3 ساله سپری میشود و به دنبال این دوره 3 ساله در گفتگوها بار دیگر موضوع درگیری ایران با روسیه افزایش پیدا میکنه، البته نه بلافاصله، این گفتگوها ادامه داره. روس ها بارها این پیمان گلستان رو میشکنند، به بخش هایی که پذیرفته بودند بخشی از خاک ایران هست لشکر میکشند. یکی از براستی باید گفت جنبه های دردناک تاریخ در این است که در بررسی تاریخ اون زمان اسناد روسیه، اسناد روسی و اسناد اتحاد جماهیر شوروی همسو و همانند یکدیگر گناه رو بیشتر گردن ایران میگذارند که درست نیست. واقعیت این است که در این شکستن پیمان گلستان یا شکستن صلح با ایران روس ها بیشتر نقش داشتند، در حالی که دولت روسیه، پژوهشگران روس و همچنین پژوهشگران شوروی از یک انگیزه ناسیونالیستی گناه رو بیشتر بر گردن ایران میگذارند و به دروغ در اسناد می نویسند که ایران در اون هنگام تقریبا زیر دست بریتانیا است، در حالی که چنین نیست. یعنی نفوذ بریتانیا در ایران وجود می‌داره، ولی دولت بریتانیا برانگیزاننده جنگ با جنگ تازه با روسیه نیست و در بخش آینده بیشتر به این خواهم پرداخت. این دورانی است که ما با گرفتاری‌های درونی در ایران روبرو هستیم، یعنی دولت فتحعلی شاه با گرفتاری‌های فراوانی روبرو است، نایب السلطنه هم خود با گرفتاری های روبروست، یعنی کسان دیگری در
میان درباریان به دنبال بستن پیمان گلستان با شکستن کاسه کوزه جنگ و شکست بر سر عباس میرزا در این سوال هستند که شاید پس از مرگ فتلی شاه بد نباشد که نایب السلطنه عباس میرزا پادشاه نشود و شاید کسی دیگری رو بتوانند به جای او به پادشاهی بگمارند و در نتیجه در این دوران یک رقابتی وجود داره. از یک سوی عباس میرزا در سودای این است که شاید بتواند برخی از این سرزمین های از دست رفته در پیمان گلستان رو بازپس بگیره، از آن سوی هم نگران این است که اگر بار دیگر شکست بخورد شاید امکان ولیعهدی رو از او بگیرند. در این دوران مهمترین نیرویی که هوادار جنگ تازه با روس هاست، در این دوره‌ای که روس ها علاقمند با کنار آمدن با ایران هستند، شواهد زیادی در دست است که روس ها به دلیل گرفتاری های درونی، یعنی این امپراتور تازه روسیه به دلیل تزار تازه روسیه، گرفتاری های درونی و همچنین درگیری ادامه دار در اروپا و همچنین درگیری با عثمانی ها، علاقمند به این هستند که شاید با ایران کنار بیان و شاید در پیمان گلستان بتوانند تغییراتی بدهند و بخش های از قفقاز رو در دست خودشون نگه دارند و بخش های دیگر رو به ایران بازگردانند. من نمیخوام در این برنامه تلویزیونی به جزئیات و اسناد بپردازم، اما شواهد آنجایی که من خواندم و دیدم و دیگران پژوهش کردند این رو نشان میدهد که یک کوششی از دو سوی این درگیری، از سوی ایران و سوی روسیه وجود دارند، به ویژه تزار جدید که علاقمندی نشان میدهند که با هم کنار بیایند. در میان ایرانیان دو نفر، یکی وزیر امور خارجه اون زمان نشاط و دیگری همین ایلچی، همین ابوالحسن خان ایلچی، سخت هوادار کنار آمدن با روسا هستند و میدانند که توانایی جنگ تازه با روسیه رو ندارند. در مورد نایب السلطنه آنچه که گفته شده روشن نیست. برخی میگویند که خواهان پذیرفتن همین اندرس های ابوالحسن خان ایلچی و وزیر امور خارجه و اینها بوده، برخی میگویند که نه، سر سودای درگیری تازه رو با روس ها داشته برای اینکه بتواند مهر خودش رو بر پادشاهی آینده ایران به طور قطعی بزند. خانهایی هم که از قفقاز گریخته بودند، اونهایی که سرزمین هایشون رو روس ها گرفته بودند و اونها از خانی افتاده بودند، اینها هم در کنار دربار، خیلی از اونها آمده بودند به آذربایجان، اینها هم در آذربایجان که پایگاه ولیعهدی بوده، نایب السلطنه در اونجا بوده، اینها هم دربار رو تشویق میکردند به جنگ با روس ها. و در اینجاست که بار دیگر اشاره کردم در بار نخست به ابتکار عیسی خان قائم مقام، آخوندها به کانون سیاست وارد شدند و فتواهای جنگ رو دادند. این بار همراه با این کوشش خانهای آمده، خانهای دربدر شده از قفقاز به ایران، خانهایی که وفاداری به ایران داشتند و حالا به دنبال پیمان گلستان و شکست ایران از روسا به خاک ایران آمدند، با پادرمیانی اینها، برانگیختن اینها و تبلیغاتی که اینها میکردند، این بار خود آخوندها به میدان سیاست وارد میشوند. یعنی این بار برای برانگیختن شاه فتلی شاه قاجار و نایب السلطنه و دولت مرکزی برای جنگ با روسیه دیگر در انتظار دعوت دولت برای دادن فتوا نیستند، بلکه خود روحانیان هستند در اینجا که با آمدن به سلطانیه، با برانگیختن دولت و تقریبا تهدید دولت که اگر شما به جنگ وارد نشوید ما به جنگ وارد خواهیم شد، جنگ دوم ایران و روس و پیمان ننگین ترکمانچای رو بر ایران تحمیل می کنند. اشاره کردم آغازگر این کار خود دولت بوده، یعنی دولت بوده که برای گرفتن یاری مالی و همچنین
برانگیختن خانهای قفقاز، مردم قفقاز به جنگ با کفار دست به دامن روحانیان می شوند. روحانیانی که تا اون هنگام درگیر در جریان سیاست جنگی میان ایران و روس نبودند. ولی در این دور دوم کاری رو که دولت آغاز کرده بود آخوندها دیگر این بار بدون پروانه دولت به پایان می رسانند. هنگامی که این دولت راه رو برای اونها باز می کنه که وارد کارزار سیاست بشوند و فتوا برای جنگ ایران و روس بدهند، جنگ نخست ایران و روس، هنگامی که دولت قاجار، دولت عرفی، دولت قائم مقام رساله های فتواهای اینها رو در رساله جهادیه به چاپ میرسانه و در 8 بخش اشاره کردم، فکر کنم گفتم 8 بخش، اینها رو در تبریز منتشر میکنند و میگویند که ما دولت ما همراه با جهاد بزرگان دین هست، دیگر نمیتوان انتظار داشت که اندکی پس از اون، سالیانی پس از اون، خود این آخوندها ابتکار رو برای آغاز جنگ، برانگیختن جنگ در دست نگیرند. این دوره یکی از شومترین دورانهای تاریخ ایران است. یعنی اگر ایرانیان به جای پذیرفتن این برانگیخت شدن دینی به گفتگو و مذاکرات با روسها با درایت پرداخته بودند، چه بسا امروز ما نیمی از اون سرزمین هایی رو که در پیمان گلستان از دست داشت دادیم در دست می داشتیم. دست کم قره‌باغ و ارمنستان و بخش های دیگری که بخشی از پیمان گلستان نبودند، اینها رو در دست می داشتیم. برای اینکه اگر شما به نقشه‌ای که اینک کارگردان در برابر شما قرار خواهد داد نگاه کنید، اون نقشه لاتین، میبینید که تفاوتی میان پیمان گلستان و پیمان ترکمانچای است. جناب بهروز، اگر میتوانید این نقشه رو در پیش روی بینندگان گرامی قرار بدید تا من اشاره بکنم و بخش نخست سخن امروز خودم رو به پایان برسانم. امیدوارم که گرفتاری فنی برای یافتن این نقشه نداشته باشند. برای این نقشه نشان میدهد در یه زمانی بالاخره، بله، این نقشه، خواهش میکنم این نقشه رو به تمام صفحه گسترش بدید، یعنی به جای پیکره من این نقشه رو قرار بدید که من بتوانم توضیح درباره این نقشه بدم. شما اگر بله به این نقشه نگاه کنید، میبینید که اون خط بالا، خطی که بالای اون نوشته شده روسیا، اون خط بالا که میآید تا مرز ترکیه و ایران، این مرز پیش از 1801 است. یعنی تا پیش از سال 1801 میلادی، پیش از پیمان گلستان، این مرز ایران با روسیه بوده. مرز پایین‌تر که ارمنستان و بخش‌های دیگر رو در بر داره، مرز پیمان ترکمانچای، یعنی ترکمانچای این بخش‌ها رو هم در دست گرفت. به پایان بخش نخست برنامه رسیدیم. من در بخش گذشته زمینه‌های جنگ‌های ایران و روس رو باز کردم و رسیدم به پیمان یا به جنگ دوم ایران و روس و سرانجام پیمان ترکمانچای. پوزش میخوام اگر در آغاز این برنامه بار دیگر این گونه آغاز نکردم که به برنامه های بنیاد آینده و تلویزیون اندیشه خوش آمدید، چون این دو برنامه با هم پیوند داره، یعنی پی در پی هم در واقع پخش میشود و تنها چند آگهی تلویزیونی در میانه این دو برنامه بوده. پیمان گلستان در سال 1813 میلادی، سال 1192 خورشیدی، درست 206 سال پیش میان ایران و روسیه بسته شد، یعنی بر ایران تحمیل شد. پیمان گلستان یک پیمان نهایی نبود، هنوز جای مذاکره و گفتگو باز بود. دولت روسیه هم میخواست این پیمان رو گسترش بدهد. ایران هم در صدای این بود که بخشی از سرزمین هایی که بر پایه پیمان گلستان روس ها از ایران گرفتن رو باز پس بستانه و به همین دلیل هم مذاکراتی میان ایران و روسیه در گرفته بود. ولی به هر روی بر پایه پیمان
گلستان نزدیک به 200 شاید 190 هزار کیلومتر مربع از خاک ایران جدا شده بود. سپس بر پایه پیمان ترکمانچای با پیمان گلستان روی هم رفته 270 هزار کیلومتر مربع از خاک ایران برای همیشه جدا شد. یعنی پیمان ترکمانچای نزدیک به 70-80 هزار کیلومتر مربع به این بخش های جدا شده از ایران افزود. در ادامه برنامه نقشه ها رو برای شما کارگردان برنامه نشان خواهد داد. اما بازگردم به آنچه که در آغاز برنامه در بخش نخست برنامه با شما در میان نهادم. گفتم که میرزا عیساخان قائم مقام سیدالوزرا یا صدر اعظم ایران دعوت کرد از آخوندها به ویژه کاشف القتا، حتی کاشف القتا به ایران آمد و فتواهایی صادر شد برای اینکه ایرانیان مسلمان یا اونهایی که در قفقاز میزیستن رو برانگیزند برای شرکت در جنگ با کفار روس. خب این پروژه شکست خورد و به پیمان گلستان انجامید. در این دوران همان گونه که اشاره کردم خانهای زیادی از سرزمین‌های قفقاز به ایران رانده شده بودند. اینها در صدای بازگشتن به سرزمین خود و دستیابی به زمین‌هایشون بودند. اینها زمیندار و آدم‌های دارایی در اون دوران بودند و اینها را از دست داده بودند و دولت مرکزی رو برمی‌انگیختند به اینکه بار دیگر به جنگ با روسیه برخیزد. میان پیمان گلستان و آغاز جنگ دوم ایران و روس نزدیک به 14 سال فاصله است. یعنی پیمان گلستان در 1820 پیمان گلستان 1813 بسته شده، جنگ دوم ایران و روس در 1827 آغاز شده. در این 14 سال کوشش زیادی برای برانگیختن جنگ دوم با روس ها از یک سو و کوشش جدی برای کنار آمدن با روس ها از سوی دیگر در دو سوی کارزار سیاست ایران وجود داره. یعنی کسانی در میان بزرگان ایران کوشش میکنند که فتلیشاه قاجار و نایب السلطنه عباس میرزا رو وادار کنند به اینکه با روسها با جدیت بیشتری مذاکره کنند و در این راستا دولت بریتانیا هم درگیر هست. اونها هم علاقمند به این هستند که ایران و روسیه رو به گونه‌ای با هم کنار بیاورند به دلایل سیاسی ویژه خودشون. کسانی هم در سودای برانگیختن ایران با جنگ با روس ها هستند. در درون دولت روسیه هم همین گونه است. اون گروهی از ژنرال هایی که از طرف دولت روسیه بر قفقاز بر اون سرزمین های جدا شده از ایران گرفته شده از ایران چیرگی پیدا کردند، اونها در سودای کنار آمدن با ایران نیستند. اونها علاقمند به این هستند که جنگ دوم ایران و روس رو بر دولت تزاری تحمیل کنند. ولی خود دولت تزاری و سیاستمداران دولت تزاری و این رو از راه نمایندگان اونها میتوان دریافت در سودای آغاز جنگ تازه نیستند. اونها میخواهند جبهه جنوبی خودشون رو آرام کنند یا بتوانند در جبهه مهمتری که در اروپا با اون درگیر هستند در اونجا کارزار نظامی خودشون رو انجام بدهند. این سودای آرامش در جبهه جنوبی به سود دولت روسیه است. دست اونها رو برای جنگ از یک سوی با ژاپن در جبهه شرقی و از یک سوی با کشورهای اروپایی در جبهه غربی باز میکنه. و این کشورهای بزرگ همواره در چنین جنگ و گریزهایی در جبهه های گوناگون بودند. در این دوران فشار زیادی از سوی این خانهای پناهنده شده به ایران آمده، یعنی خانهای ایرانی بودن آمده به سرزمینی که باقی مانده در ایران در آذربایجان به ویژه وجود می‌داره بر روحانیان. فشارهای زیادی، نامنگاری‌های زیادی می‌شود و خبرهایی رو به گوش اونها می‌رسانند درباره تجاوز به دختران مسلمان، دزدیدن زنان مسلمان، بردن دارایی مسلمانان، چیزهایی که بر روی آخوندها رو برمی‌انگیزه و امت اسلامی رو تحریک میکنه به این نوع مسائل، چیزهایی که امروز هم ما شاهدش هستیم. در این زمان هست که میدونید هر سال فتلی شاه برای اینکه از
گرمای دشوار پایتخت رها بشود، چند ماهی رو میرفتد به سلطانیه. سلطانیه چمنش خیلی معروف است. اینجا یک پیکره از سلطانیه از همین دوران کنونی در دست است، از چمن سلطانیه. جالب اینجاست که در دوران حکومت کنونی این چمن معروف سلطانیه که یک مرغزار بزرگی است، چمنزار بزرگی است، این هم در واقع به خطر افتاده، یعنی خطر نابودی این چمن هم وجود می‌داره. این سلطانیه در نزدیک زنجان هست. جناب کارگردان اگر این پیکره سلطانیه رو داشته باشند خیلی سپاسگزار میشم اینم در برابر بینندگان قرار بدن. البته اگر گرفتاری و مشکلی هست مسئله نیست، ولی به هر روی این پادشاه یا پتلیشاه روز 12 ژوئن 1826، 22 خرداد 1205 خورشیدی، به حساب اون زمان 6 ذی‌قعده 1241 وارد چمن سلطانی میشه. تاریخ رو خوب توجه کنید، 12 ژوئن 1826. پیمان گلستان در 1813 بسته شده. 13 سال پس از اون در روز 13 ژوئن 1826 در این روز پادشاه مانند هر سال وارد چمن سلطانیه میشه. همزمان رهبران سیاسی ایران هم در کنار او هستند، از جمله قائم مقام، از جمله نایب السلطنه از تبریز میآید به سلطانیه، دیگر بزرگان سیاسی ایران هم. بله این سلطانیه است. البته چمن سلطانیه جلوی این هست، این عمارت معروف سلطانیه است نزدیک زنجان. فکر کنم با ابتکار خودشون رو پیدا کردن، سپاسگزار هستم از کارشون. از ماها پیش از اون یک جنب و جوش بزرگی آغاز شده بوده، از جمله بزرگترین روحانی معروف نجف در اون هنگام به نام سید محمد مجاهد اصفهانی، البته این مجاهد بعداً به اسمش اضافه شد چون مجاهد شد، آمد در این جهاد شرکت کرد. سید محمد اصفهانی این هم با گروهی از روحانیان هم همراه خودش، روحانیان هوادار خودش از نجف، پیش از این ماجرای ورود شاه به سلطانیه وارد پایتخت شده و در پایتخت آمده که به شاه بگوید که باید به جنگ با کفار برویم. از گوش و کنار کشور هم آخوندها برانگیخته شدند و یک کاروانی را افتاده به طرف، بله این چمن معروف سلطانیه است که خیلی هم بزرگ و وسیع است و به راستی باید گفت گسترده ترین چمنزار سرتاسر ایران به شمار میاد و هر سال شاه فتلی شاه قاجار و پادشاهان دیگر می آمدن به این چمن سلطانیه برای اینکه در اونجا اردوگاه به وجود بیارن، یا اردوی می زدند و مدتی می ماندن. این سفر تازه، سفر سال 1205 خورشیدی 1826، این سلطانیه رو به یک اردوگاه تبدیل میکنه که خواهید دید چرا اردوگاه می شود. بله این هم یه پیکره دیگری است. نماینده روسیه وارد سلطانیه میشه، وارد مذاکره با ایران میشود برای کنار آمدن. تقریبا 18 روز پس از رسیدن شاه به سلطانیه نماینده روسیه در که آمده بوده برای مذاکرات و برای براستی کنار آمدن با ایران، بدون نتیجه گیری ایران رو ترک میکنه. شاه 12 ژوئن 22 خرداد وارد چمن سلطانیه شده، در اول مرداد 23 ژوئیه یک ماه و 10-12 روز پس از آمدن
اردوی سلطانی اردوی پادشاه به سلطانیه، گروه گسترده ای از روحانیان وارد سلطانیه میشن، نخست به زنجان میان سپس وارد سلطانیه میشن. رویداد بسیار بزرگی در تاریخ ایران هست. اجازه بدید از یکی از کتابهای بسیار ماندگار تاریخی اون زمان، یعنی روضت الصفای ناصری نوشته رضا قلی خان هدایت، این بخش رو من برای شما بخوانم در مورد غروب، در مورد نقش علما و تحریک اونها به اینکه باید جنگ تازه‌ای با روس ها آغاز بشود. او میگوید که و همانا میرزا محمد صادق وقایع نگار مروزی، یعنی مروی، نیز از دلتنگی در شهر وسیع تفلیس مشروحات مشتمل بر سوء سلوک اولیای دولت روسیه و مرغومات محتوی بر نقض عهد آن دولت بهیه به احباب و اصحاب نوشت. ببینید این محمد صادق وقایع نگار که در تفلیس بوده نامه می نوشته از تجاوز کفار به حقوق مسلمانان که داغ مسلمانان رو زنده کنه، برانگیزه و اونها رو به شورش واداره. در واقع همین آقای رضا قلی هدایت میگوید که خیلی جالبه، برای که آدمی است که در زمینهای دیگه بسیار بسیار آدم مغرضی است این نویسنده، ولی در اینجا از یک دید دولتی داره این موضوع رو مطرح میکنه. میگوید که و مرحومات محتوی بر نقض عهد آن دولت غیر و سخنهای غرض‌آمیز کلفت‌انگیز معروض داشت و بر امنای دولت ابد مدت اسلامیه چنان خاطر نشان شد که بعد از تسلط روسیه بر گنجه و شروانات و قراباغ دست تعدی بر ارض و ناموس اهالی اسلام دراز کرده. و اشاره می کند که بله به تجاوز حقوق مسلمانان مشغولند. در این زمان است که می گوید که این نویسنده کتاب آقای هدایت می گوید که نامه ای می آید از سوی بزرگان نجف که در اون نامه چنین آمده، نامی است از سوی کسانی که خودشون رو جانشین امام ناپیدا می دونند، علمای اعلام ایران هستند، نایب امام و مجتهد امام هستند. اگر پادشاه ایران در این باب مسامحه و معاتله کند، یعنی کوتاهی کند، تکلیف ما که مربجان دین مبین و حامیان شرع حضرت سید المرسلینیم آن است که بالاتفاق با همه عوام و خواص اهل آفاق موافقت ورزیم و موافقت جوییم و با سرداران دولت روسیه راه محاربت، جنگ و مضاربت پوییم. اگر مغلوب شویم و مقتول آییم، عواقب ما به خیر و منزل و مرجع ما بهشت انبر سرش، و اگر غلبه کنیم محال کار ما بر تحصیل منویات خواهد بود. خب البته این رو کسانی ترجمه کردن که خواستن مردم رو برانگیزن. این زبان آخوندها نیست، اونها به عربی در اون هنگام می نوشتند. رضا قلی خان هدایت و بسیاری دیگر از تاریخ نگاران اون زمان می گویند که دستگاه درباری شاه و خود نایب السلطنه که در این دوران جنگیده بود چندان علاقمند به آغاز جنگ تازه نبودند. اونها در این 10 سالی که جنگیده بودند و ضربه خورده بودند و شکست دیده بودند، می دانستند که ایران دارای ارتش توانایی برای جنگ با روسیه و بازپس گرفتن سرزمین های از دست رفته در پیمان گلستان نیست، و خیلی ها به اونها اندرز می دادند، از جمله وزیر خارجه، از جمله همین میرزا ابوالحسن خان ایلچی و دیگران، که از راه گفتگو ما باید با دولت روسیه کنار بیاییم، و کوشش میکردن حتی از دولت بریتانیا به عنوان میانجی در این زمینه بهره بگیرند. درست در این دوران است که آخوندها با فتواهای گسترده‌ای
وارد چمن سلطانیه می شوند. اجازه بدهید که باز هم از زمان هدایت ورود علما رو، سپس از زبان سفیر بریتانیا در ایران ورود علما رو به سلطانیه برای شما بازگو کنم. هم در روز جمعه 17 این ماه عالی، این ماه عالی جناب آقا سید محمد اصفهانی مجتهد عصر و مفتی عهد که در قبول عامه و خاصه چیز هست از خطکشی شده و به اجرای احکام فروعیه و اصولیه احدی از امرش نامتمرد بود، با فضلای ازام حاجی ملا محمد جعفر و آقا سید نصرالله استرآبادی و حاج سید محمد قزوینی و سید عزیز الله طالش و بسیاری از علما و فضلای هر بلد وارد اردوی خاقان صاحبقران شدند و در کمال تعظیم و توقیر و نهایت کثرت و توفیر در خیمه‌های آماده بیاسودند. ادامه می‌دهد که در روز پس از ورود این اصفهانی، آقای حاج ملا عبدالوهاب قزوینی و حاج ملا احمد نراقی و جمعی از علما هم در رسیدند. یک روز جمعه بوده، روز بعد از اون روز شنبه این گروه تازه هم وارد میشن و اینها میآیند پیش شاه و این گزارش هدایت است. باید حضرت صاحب قران با دولت روسیه ترک مصالحه و مدارا کنند و لازم است و واجب شرعی که عداوت و منازعت آشکار سازد. چه بر ما معلوم شده که سلوک اهالی آن دولت در بلاد متصرفه قراباغ تعرض به عرض و ناموس و تمسخر به دین و آیین اهالی اسلام به نحوی است که در شریعت ما ننگ و ماینه نزاع و جنگ و در تکلیف و تکلیف پادشاه ایران و تمامی اهل اسلام و ایمان در جهاد با روسیه است. این سخنی است که 190 سال پیش بزرگان دین برای جنگ با روسیه میدند. فراموش نکنید در این 40 سال شبیه همین سخنان رو رهبران دینی ایران در برابر مردم ایران قرار دادند. کار ما جنگ با این دنیای کفر است، با آمریکای جهانخوار است، با اسرائیلی است که سرزمین مسلمانان فلسطین را غصب کرده، با کلیددار کعبه است که اصلا مسلمان نیست، وهابی است. 40 سال است که همین حرفهایی رو که سید محمد مجاهد و ملا احمد نراقی و نزدیک به 100 نفر دیگر از آخوندهایی که همراه اونها به چمن سلطانی آمده بودند و ایران رو به جنگ دوم ایران و روس برانگیختند، 40 سال است که همین رو به مردم ایران میگویند. و دیری نخواهد بود اگر مردم نتوانند از شر این شرایط راحت بشوند. اینها آنچه که از ایران پس از پیمان ترکمانچای هم به جای مانده، پس از پیمان آخال، پیمان پاریس، گودسمیت و دیگر پیمان ها به جای مانده، این بخش از ایران رو هم تکه تکه کنند. نزدیک به 35% خاک ایران در چند پیمان از ایران جدا شد. بخشی از اون به دلیل ناتوانی های دولت قاجاره، ولی بخشی از اون به دلیل تحریک آخوند هاست. فتوای جنگ دوم ایران و روس است. سفیر بریتانیا که در اون هنگام در اردوی شاه بوده در سلطانیه، ببینید درباره ورود این سید محمد مجاهد اصفهانی ببینید چی میگه. این رو در نوشته‌های دیگر هم آمده. هنگامی که ایشان در مسجد سلطانیه وضو میگیره، مؤمنان آب این
حوز پر از لجن رو پیمانه به پیمانه سر می کشند. خالی می کنند این حوز رو. در این برهه می گوید که در قزوین، این قزوینه، هنوز وارد سلطانی نشد، در قزوین در حوزی که آن جناب وضو گرفت، مردم از باب تیمن و تبرک آب حوز را برداشتند. حوزهای اون زمان پر از لجن بوده، ولی خب کر بوده، وضو می گرفتند. این حوز رو مردم سر کشیدند، نوشیدند. هنگامی که این جناب با قاطرش حرکت می کرده، مردم آنچه که این قاطر به زمین می انداخته همراه با خاکی که این قاطر بر اون گام می زاشته به نام عنوان تبرک با خودشون می بردند. این میزان جهالت و فرومایگی جامعه توده مردم و عوام در اون هنگامه. کسانی که همراه و وارد سلطانیه شدند از جمله اینها هستند: ملا محمد تقی برقانی، همونی که بعدها کشته شد به دست چند بابی، سید ابراهیم قزوینی، مولا احمد ابن مصطفی خوینی، آقا سید حسین فرزند آقا سید محمد مجاهدی که اشاره کردم، همینی که آب حوزش رو مردم سر کشیدند، ملا رضا خویی، ملا شفیع خویی، ملا صالح برقانی پدر همسر طاهره قرة‌العین، ملا علی و خیلی های دیگه. این گروه وارد سلطانیه می شود و در دیدار با شاه، اون گروه اندکی که هوادار کنار آمدن با روس‌ها بودند، اینها کیش و مات میشند. یعنی در برابر این طغیان دینی، در برابر این هجومی که این نزدیک به 200 نفر آخوند، برخی گفتن 300 نفر، ولی دستکن نام 190 نفر اونها رو ما در دست داریم، اینهایی که وارد سلطانیه شدن با چنین پشتیبانی عوام، عوامی که آب حوض جایی رو که سید محمد مجاهد اصفهانی در قزوین وضو گرفته سر کشیدند، ببخشید، پهن قاطر او رو جمع می کردند و به عنوان تبرک می بردند. در برابر چنین طغیانی، پادشاهی که خود او بسیار بسیار دین باور بوده، خرافاتی بوده، از شیخ احمد احسایی درباره اینکه جماع در بهشت چقدر طول خواهد کشید و چیزهایی از این دست پرسیده، البته برخی از اینها رو ساختن، ولی به هر روی بسیار بسیار آدم دین باوری بوده، خرافی بوده، برخلاف فرزندش با محمد شاه قاجار که آدم ناباوری تقریبا به دین بوده، ولی او خود او پادشاهی که بیشترین پیش از ناصرالدین شاه طولانی ترین پادشاه دوره قاجار هست. خب این پادشاه باور به این شورش روحانیان داره، این طغیان روحانیان رو میپذیره. پادشاهی است که خود او باورمند به این ارزش هاست. از این روز که جنگ دوم ایران روس آغاز میشه، سفیر روسیه چند روز پیش از ورود علما به چمن سلطانیه این منطقه رو ترک کرده، بنا نیست جنگ در بگیره، ولی جنگ در میگیره. این بخشی از این یادداشت ها رو ما از ویلاگ داریم، از سفیر اون زمان بریتانیا در ایران، یادداشتهایی از او به جای مانده و دیگران هم، خیلی ها در این باره نوشتند، خیلی ها گزارش دادند که چه در این روزها روی داده. من نمونه از این رو از کتاب رضا قلی خان هدایت برای شما خواندم. البته گفتم این کتاب
باید با اندکی تردید بهش نگاه کرد، برای اینکه یک سویه گاه نوشته شده، ولی بسیاری از نوشته‌های دیگری که از آن دوران به جای مانده ماجرای آمدن روحانیان را در چمن سلطانیه از جمله از زبان خود همین روحانیان که به دیگران گفتند بازگو کرده و میگوید که این نیرویی که وارد سلطانیه می شود با چه کبکبه و دبدبه‌ای، با چه شکوه و جلالی در واقع روبرو می شود و چگونه بر پادشاه اسلام پناه قاجار تأثیر می گذاره و جنگ دوم ایران و روس اینگونه آغاز میشه. برخی از روحانیان حتی فتوا داده بودند که شرکت خود علما در جنگ آزاد است، یعنی علما می توانند رخت جنگی بپوشند و وارد جنگ بشوند. یکی از کسانی که در این جنگ شرکت کرده یا فتوا داده یک آخوندی است در تبریز به نام ملا فتاح. این میر فتاح، پوشش میخوام میر فتاح، این میر فتاح از شمار آخوندهایی بود که در اون هنگام در این فتواهایی که میدادند برای جنگ شرکت کرده و مردم رو برانگیخته به جنگ با روس‌ها برند. و هنگامی که ایران پس از یک سال جنگ از روس‌ها شکست می‌خوره و پیمان براستی ننگین ترکمانچای بسته می‌شود، برای ایرانیان ننگین، و بخش‌های بزرگی از خاک ایران برای همیشه جدا می‌شود، قوای روس به این پیمان هم وفادار نمی‌مونه، از رودخانه ارس گذر می‌کنه به سوی تبریز میاد. و هنگامی که فرمانده نظامی روسیه در پیرامون تبریز بوده، همین میر فتاح، همین کسی که فتوا داده به جنگ با روسا، دستور میدهد که برج و باروی تبریز رو باز کنند و آدمهایی رو که میخواستن در این برج و بارو و دروازهای تبریز در برابر روسا به جنگند رو، اینها رو دستور میده پرتاب به زمین بکنند و خطبه به نام پادشاه تزار روسیه میخونه، به نام تزار روسیه میخونه، و از فرمانده نظامی درخواست میکنه که آذربایجان رو هم به روسیه پیوند بده. این میزان وفاداری این علمای دین به کشور بوده. همین محمد مجاهد اصفهانی که رخت جنگ پوشیده و وارد جنگ شده، پس از چند هفته از میدان جنگ فرار میکنه و به نجف باز میگرده. نشانی هم دیگر از او در این زمینه در دست نیست. ما نامی از هیچ یک از این روحانیانی که پوزش میخوام، دست کم از این 60-70 نفر روحانی صاحب نامی که آمدن به سلطانیه و فتوا دادن، عمامه بر زمین کوبیدند و شاه رو برانگیختند که وارد با جنگ با کفار بشود، نام یکی از اینها رو در شمار کشته شدگان جنگ نمیبینیم. یعنی شما هنگامی که میروید زندگی نامه این آدم های سرشناس رو جستجو میکنید، در میابید که آقای برقانی در این جنگ کشته نشده، آمده فتوا داده و برگشته به شهر خودش قزوین و سالی پس از اون، سالها پس از اون به دست چند بابی کشته شده، اونهایی که در واقع از هواداران طاهره قرة‌العین بودند. من نام دیگر این آخوندها رو اینجا دارم. من نام یکی از اینها رو در سیاه کشته شدگان جنگ ایران روس نمیدانم کسی داده باشه، که مثلا ملا رضا خویی، ملا شفیع خویی، ملا صالح برقانی، ملا احمد مجتهد تبریزی، ملا عبدالحسین تبریزی، ملا محمد مامقانی که سالیانی پس از اون هم زنده بوده، که اینها در این جنگ خونی داده باشند، زخمی خورده باشند، آمدن فتوا دادند، شورش برانگیختند، دستگاه دربار ایران رو، دستگاه عرفی ایران رو به جنگ واداشتن، جنگی که یک سویه بوده، جنگی که حساب در اون نبوده، جنگی که میدانستن شکست خواهند خورد. نه اینها، نیروهایی که، آدمهایی که به نیروی نظامی ایران وارد بودند، آدمی مانند ابوالحسن خان ایلچی که چندین سال در روسیه به سر برده بوده و میدانسته میزان پیشرفت های دولت روسیه در چه پایه است و ایران تا چند اندازه واپس مانده است،
و سفارش میکرده به جنگ برنخیزید، از پس نیروی جنگی اونها بر نخواهیم آمد. این آخوندها میآیند و دولت رو تشویق میکنند، تحریک میکنند به جنگ دوم. به نام امام زمان، به نام نماینده امام ناپیدا، به نام نگهداری دین، به نام پاسداری از عرض و ناموس مسلمانان در سرزمین های اسلام در برابر کفار. و پیامد چه می شود؟ به سرزمین های از دست رفته در پیمان گلستان 80-90 هزار کیلومتر مربع دیگر هم افزوده می شود و پیمان ترکمانچای بر ایران تحمیل می شود، پیمانی که برای همیشه همه سرزمین های شمال دریا، شمال رودخانه ارس رو از ایران جدا کرد. شروان و آران 900 هزار کیلومتر مربع، بخش های بزرگی از ارمنستان 300 هزار کیلومتر مربع، بخش های غربی گرجستان 70 هزار کیلومتر مربع، داغستان 50 هزار کیلومتر مربع، استیای شمالی 8 هزار، چچن نزدیک به 16 هزار، و همینجور بخش های دیگر روی هم رفته نزدیک به 275 هزار کیلومتر مربع بر پایه پیمان ترکمانچای برای همیشه از ایران جدا می شود. بخشی از این به خاطر کارهای خود دولت و نادانی دولتیان است. طبیعی است، تجاوز دولت روسیه است، ولی دولت روسیه میخواسته با ایران کنار بیاد، گلستان رو ایران بپذیره، جنگ دیگری را آغاز نکنه. حتی حاضر بوده بخشهایی از سرزمینهای جدا شده در دوران گلستان رو بازپس بده، همه رو نه، بخشهایی رو. ولی بخش بزرگی از گناه این جنگ دوم برگرده روحانیان شیعی است که فتوا دادند، آمدند دولت اسلام پناه فتلی شاه رو تحریک کردند که به جنگ دوم ایران و روس بروند. این ماجرای چمن سلطانیه در این روزی که اشاره کردم، در این تاریخی که برای شما خواندم، بسیار بسیار دردناکه. روزی است که در اون آمدند و فتنه به پا کردند. شاه در 12 ژوئن 22 خرداد 1205 1205 امروز 1397 خورشیدی است، در 22 خرداد 1205 وارد چمن سلطانیه شده. این روحانیون در 1 مرداد همون سال به طور جمعی وارد سلطانیه شده و شاه رو برانگیختن که باید با روسیه بجنگه. نه ارزیابی از نیروی روس دارند، نه ارزیابی درستی از دلایل پیمان گلستان دارند. بیشتر اونها اصلا در ایران هم زندگی نمی کردند، در نجف و کربلا و کاظمین و شهرهای دیگر زندگی می کردند. ملا احمد نراقی که یکی از کسانی است که به این شهر آمده، به این چمن سلطانی آمده، نخستین کسی است که درباره ولایت فقیه نوشته. نخستین سندی که ما امروز در دست داریم درباره ولایت فقیه از خامه همین ملا احمد نراقی است. آدمی گوشه‌گیری در نزدیک کاشان بوده، ایشان هم آمده برای جهاد با کفار به چمن سلطانیه و پس از اینکه شاه دستور جنگ با کفار رو صادر کرده به نراق بازگشته، به خانه و کاشانش در کاشان بازگشته. زخمی هم بر اون نخورده، ولی بخش بزرگی از خاک ایران به دلیل فتوای او از جمله از ایران جدا شده. این دو نفر در میان همه کسانی که به سلطانی آمده بودند و فتوا برای جنگ دوم ایران و روس دادن، یعنی ملا احمد نراقی و سید محمد مجاهد اصفهانی، این دو تن برجسته ترین روحانیان اون زمانند. محمد اصفهانی برجسته ترین مجتهد سرشناس و
دارای دانش در دانش خودشون در نجف است، در عتبات است و ملا احمد نراقی برجسته ترین روحانی شیعه باشنده درون ایران است. آدمی است که همه به او گوش میدهند، گوش فرا میدهند. و این دو تن آمدند همراه با شمار گسترده ای از روحانیان به سلطانیه و شاه رو برانگیختند به جنگ دوم ایران و روس. در جنگ دوم ایران و روس ایرانیان جانفشانی زیاد می کنند. دلیری زیادی از سوی جنگجویان ایرانی در برابر روس ها به چشم میخوره. در چند جنگ هم ایرانیان دست برتر رو میگیرند، ولی روشن بوده از پیش که قوای نیروی نظامی روسیه بسیار بسیار برتر از ایران بوده و در کوتاه زمانی ایران رو شکست میدهند. و تنها پیامدی که این پیمان ترکمانچای، پیمانی که نه تنها بخش بزرگی از خاک ایران رو از ایران جدا میکنه، بلکه حقوق دریا نوردی رو، کشتیرانی رو در دریای مازندران از ایران میگیره، تنها پیامدی که برای نایب السلطنه داشته در این هست که بر پایه این پیمان دولت روسیه پادشاهی رو در خانواده نایب السلطنه جاودانی میکنه. یعنی میپذیره که او پادشاه آینده ایران است و فرزندان او بر ایران پادشاهی خواهند کرد. یعنی از این ننگاورتر آیا می شود که دولت به گفته علما کافر روسیه ساختار سیاسی آینده ایران رو هم تعیین کنه؟ پیمان ترکمانچای نه تنها این حق رو به دولت روسیه می دهد که در سپهر سیاست ایران دربار ایران رو کنترل کنه، بلکه حق کنسولی به دولت روسیه میداد. ما تا اون هنگام کاپیتولاسیون در ایران نداشتیم. یعنی حق کنسولی از زمان پیمان ترکمانچای در ایران به وجود میآید. یعنی هیچ شهروند روس رو در ایران نمیتوانند محاکمه کنند، حتی اگر 10 نفر رو کشته باشه او رو دولت روسیه میتواند محاکمه کند. یعنی آدمی که شهروند ایران رو، یک شهروند روس که شهروندان ایران رو کشته باشه یا دست به کارهای دیگر زده باشه، این رو باید تحویل سفارت بدهند، ایشان رو با عزت و احترام به روسیه برمیگردونند که اونجا محاکمه بشود، که البته محاکمه هم نمیشده. به دنبال این پیمان ترکمانچایی است که دولت بریتانیا به دولت مرکزی، دولت ایران فشار می آورد که ما هم در ایران کسی هستیم، ما هم حق کنسولی می خواهیم و ایران حق کنسولی رو به دولت بریتانیا هم میداد. و از این پس تا هنگام دورانی که داور سر کار می آید و داور وزیر دادگستری عدلیه می شود و قانون مدنی ایران تنظیم می شود، پیمان کنسولی در ایران پابرجا بوده، یا حق کنسولی یا کاپیتولاسیون. کاپیتولاسیون یعنی پذیرفتن حقوق یک شهروند کشور بیگانه برتر از حقوق شهروندان کشوری که شما در اون زندگی میکنید. هر تجاوزی به حقوق شهروند ایران از سوی شهروند روس و سپس بریتانیا به دنبال پیمان ترکمانچای تنها در دادگاه های این کشورها میتواند مورد بررسی قرار بگیرد. ایران دارای چنین حقوقی نیست. تا دوران پس از اون، دوران رضاشاه و تدوین قانون مدنی و لغو حقوق کاپیتالیسم در ایران که دوباره در سالهای پس از اون در دهه 40 بخشی از اون زنده شد. من نمیخوام وارد سیاست امروز بشم، بیشتر میخوام به این تاریخ بپردازم. بسیار دردناک است. یعنی جدا از این که شما به عنوان یک ایرانی نسبت به این شکست دوران قاجار چه میاندیشید و ناتوانی های دولت قاجار رو در برابر یک دولت بسیار نیرومندتری مانند دولت روسیه چگونه ارزیابی میکنید، در این جای گفتگو نیست که در اون هنگام کسانی بودند که اندرز به دولت میدادند که وارد گفتگو شویم، ما توان جنگ رو نداریم. همان گونه که چه بسا
در این چند سال گذشته کسانی هستند که این اندرز رو به بلند پایگان دولت ایران می دهند که ایران رو به مرز جنگ با کشورهای دیگر نکشانید. ما تاب و توان چنین جنگی رو نداریم. کشور ویران و کشور چند پاره خواهد شد. اما اینها می گویند نه، ما ایران رو گورستان همه این حکومت ها خواهیم کرد. پیش بینی کردند که دولت پادشاهی عربستان 10 سال دیگر هم دوام نمی آورد. پیش بینی می کردند که در این سالها آمریکا و اروپا هم به اسلام ناب محمدی مانند جمهوری اسلامی پی ببرند و پناه بیاورند، در حالی که خود مردم ایران هر روز هزاران هزار نفر از این نوع دین برمی گردند. اگر به این تاریخ نگاه کنیم، باید از این تاریخ درس بگیریم. من شیفته تاریخ ایران هستم و این تاریخ رو می خواهم به نسل جوان ایران بیاموزانم، اما با درس هایی برای امروز. پیمان گلستان و ترکمانچای بسته شد، بخش های بزرگی از ایران از دست رفت به دلیل ناتوانی، به دلیل واپسماندگی سران دولت ایران. اما در کنار اون دخالت روحانیان نقش بسیار برجسته‌ای داشت. بنابراین بود که در سلطانیه نماینده گسیل شده از سوی روسیه به ایران، نماینده تزار، نماینده شخصی تزار، پرنس بود، یعنی از خود خانواده تزاری بود، آمده بود که با فتلی شاه قاجار کنار بیاید. ولی فتلی شاه که پیشتر محمد مجاهد رو در تهران دیده بود و میدانست آخوندها چه نقشه‌ای دارند، بیمناک بود از اینکه با دولت روسیه کنار بیاید. سفیر روسیه ناکام از سلطانیه به روسیه بازگشت و چند روز پس از رفتن سفیر روسیه کاروان علما به سلطانیه رسید. کاروان علمایی که خاک و پهن قاطر اونها رو هم مردم جمع می کردند، آب حوض مسجد قزوین رو هم سر کشیدند. اینها وارد تبریز شدند، شاه رو در واقع تهدید کردند، برانگیختند که اگر شما و دربار قاجار فتوا به جنگ کفار روس ندهید، ما خودمان به جنگ می رویم. و دولت قاجار هم اعلام جنگ دوم با روسا رو کرد. به 1 سال هم نکشید که سرانجام در شکستی در منطقه‌ای که در اون زمان بخشی از ایران بود، قسطنطنیه، ایران تن به پیمان ترکمانچای داد و بخشهایی از خاک ایران برای همیشه جدا شد. در این جای گفتگو نیست که در اون دوران کسانی به راستی دلیری نشان دادند، کوشش‌های بزرگان، برخی از بزرگان ایران اون دوران رو نمیتوان فراموش کرد. ولی راستی این است که پس از پذیرفتن پیمان ترکمانچای دیگر پذیرفتن شکست و از دست دادن بخش‌هایی از خاک ایران آنچنان مهم نبود. من بار دیگر از کارگردان برنامه خواهش می‌کنم این نقشه کذایی رو یک بار دیگر روی تلویزیون قرار بدن. نیش بنگرید در اونجایی که نوشته ایران، از اون خط پایین اون منطقه که بیایید، خط رودخانه ارس است، مرز ایران است. بخش هایی که در بالای اون خط تیره پایین میبینید در پیمان گلستان از ایران جدا شد ولی هنوز پذیرفته نشده بود، و سپس در پیمان ترکمانچای همه این مرز، همه این بخش ها، یعنی از اون منطقه‌ای که
بالای باکو و بالای چچن و دربند و شروان و تمام سرزمین های تاریخی ایران است، همه اینها از ایران جدا شد، از جمله بخش بزرگی از گرجستان که برای دوران طولانی بخشی از ایران بود و سرتاسر سرزمین ارمنستان تا مرز ترکیه، بخش هایی رو هم که در همین منطقه غربی است، در مرز بین ترکیه، پایین این منطقه ترکیه و ارمنستان که منطقه آرارات هست، در دوره پس از قاجار به دولت روسیه واگذار، به دولت ترکیه واگذار کردند، یعنی پذیرفتند که اون هم بخشی از ایران در واقع نباشد. این پیامد نادانی، ندانمکاری و ندانستن سفارایی در سپهر سیاست جهانی و نیروبندی هاست. اگر کشور ما مستعمره شده بود یا روس ها حمله کرده بودند و کشور رو گرفته بودند، بحث جدایی است، ولی در اون هنگام ما می توانستیم شاید بخش های زیادی از سرزمین از دست رفته قفقاز رو حفظ کنیم. گناه این جنگ دوم یا پیمان ترکمانچای بیشتر به پای روحانیت شیعه ایران است. اونها با فتوایی که دادند، با برانگیختن دولت مرکزی، جنگ دوم رو بر دولت تحمیل کردند و پیمان ترکمانچای رو برای ایران ارمغان آوردند. به پایان برنامه رسیدیم. تا هفته های آینده، روز روزگار بر شما خوش باد.